خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیهان آرام. یه مقاله امروز توی جراید قبرس جنوبی منتشر شده بود با عنوان دانشگاه‌های قبرس شمالی تله‌ای برای دانشجویان. این مقاله با توجیهات خودش اعلام کرده بود که دانشجوها توی این کشور استثمار میشن، یعنی شمال، یعنی دانشجو میاد برای کار اجباری و سوء استفاده جنسی. این در حالیه که دیروز یه دختر اهل نیجریه میره پلیس لیماسول و اعلام میکنه توسط چند نفر دیگه به عنوان دانشجو به قبرس جنوبی آورده شده برای ارائه خدمات جنسی و از پلیس کمک میخواد. به هر حال اینکه تعدادی با عنوان دانشجو و ویزای دانشجویی وارد شمال میشن که قاچاقی برن جنوب شکی توش نیست، اما یه سیستمی که دانشجوها رو بیاره برای تن فروشی به نظر خیلی مسخره میاد. یه توهین یا بهتر بگم یه تهدید دیگه هم امروز توسط یکی از نماینده‌های تندروی مجلس قبرس جنوبی مطرح شده بود به نام آقای تیمستو کولوس. ایشون تهدید کرده که اگه مردم صحبت نکنن و مشکل قبرس از طریق رفراندوم حل نشه، اون وقت اسلحه صحبت خواهد کرد. اجازه بدید که راجب مجلس قبرس شمالی هم یه توضیح کوتاهی بدم. آقای زیا استورکلر رئیس مجلس شد. ایشون تا چند ماه پیش وزیر داخلی کشور بود. ایشون تونست در پنجمین دوره رأی گیری با 26 رأی موافق و 23 رأی مخالف پیروز بشه، هرچند که حزب مخالف میگه 3 از آرای ایشون باید باطل به حساب بیاد، چون داخل این آرا به جای یک قسمت 2 پر شده. این برگه ها کلن 3 داره: آری، خیر و ممتنه، و فقط 1 باید پر شده باشه. حالا موافقان ریاست ایشون هم میگن این قانون به انتخابات مجلس ربطی نداره. به هر حال که ایشون انتخاب شده و امیدواریم که وضعیت کشور هرچه زودتر سر و سامون پیدا کنه. دبیرکل سازمان ملل متحد آقای آنتونیو گوترش در حال کار بر روی فرمولی هست که هر 2 رو برای پیدا کردن راه حلی برای مشکل قبرس راضی کنه. راه حل دبیرکل نه یک فدراسیون 2 نه ادامه مذاکرات کرانس مونتانا و نه 2 مستقل در جزیره. نیکوس کریستو دولیدس رئیس جمهور قبرس جنوبی با اشاره به نشستی که انتظار میره در ماهای آینده برگزار بشه اعلام کرده طرف ترک و ترکیه همیشه خواستار یک نشست 4 بدون حضور انگلیس بوده. چنین چیزی هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد. فتح‌الله گولن رئیس جریان گولن و از مخالفان سیاسی رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در سن 83 سالگی به دلیل عارضه قلبی در پنسیلوانیای امریکا درگذشت. پس از تحریم‌های ایرلاین‌های ایرانی از سوی اتحادیه اروپا و واکنش جمهوری اسلامی مبنی بر توقف همه پروازها به اروپا، سخنگوی هواپیمایی ایران از برقراری روزانه 1 ایرانیر برای مسافران مسیرهای اروپایی به استانبول و بالعکس خبر داده. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 17-24 درجه، نیکوزیا 14-25، گیرنه 16-26، لفکه 15-24، پافوس 15-25، لیماسول 13-26، لارناکا 15-27 و کارپاس 17-22 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که شخصیت ما همون کاراییه که دور از چشم دیگران انجام میدیم. امیدوارم هفته خیلی خوبی رو بتونید برای خودتون بسازید. دلتون شاد، لبتون خندون.